دوستانو د مغزونو یا استعدادونو تیښته له هیواد څخه څومره زیانونه لري، څومره په دې تړاو باید موږ او تاسو هڅه وکړو، په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارات هڅه وکړي چې تر څو زموږ استعدادونه یا زموږ هغه کسان چې مسلکي دي دوی له هیواد څخه تیښته ونه کړي. کارپوهان داسې وایي که چیرې دغه کسان د هیواد څخه لاړ شي او بیا بیرته د دغسې کسانو ځای ډکول تقریبا لس کاله تر دولسو کاله یان تر دیارلسو کارو پورې نیولی شي، ځکه چې هغه کسان چې په دوی باندې دلته زده کړې شوي دي، دولت حکومت پرې زده کړې کړي دي تر ماسټرۍ کچې یا دکترا پورې، حتی داسې کسان شته دي چې په هیواد کې بهر په ډیرو پیسو باندې دوی هلته تر ماسټرۍ او دکترا پورې زده کړې کړي دي. په خواشنۍ سره اوس افغانستان ته چې راغلي دي، دلته پوهنتون کې استادان دي یا نورې کومې دندې لري، خو دوی په دې هڅه کې دي او ځینې وتلي دي او ځینې په دوی هڅه کې دي چې د افغانستان څخه ووځي. په همدې موضوع باندې راسره په خپرونه کې محیدین عبادي فعال ځوان زموږ سره خپرونه کې مېلمه ده، چې ښه راغلاست ورته وایي. عبادي صاحب ښه راغلاست، سهار مو په خیر. سلام ارده شما و بینندگان محترم تلویزیون ملی افغانستان، ډیره مننه کوم. په ټوله کې که پوښتنه دغسې وکړم ښاغلی عبادي، چې اوس مهال هم داسې ځوانان شته په افغانستان کې هغه تللي شي دي هغه خو تللي، چې اوس داسې فکر ولري چې باید افغانستان څخه ووځي او د افغانستان څخه لاړ شي؟ ببینین، یکی از زموږ جوانان و فعالان مدنی من خودم هستم که در افغانستان به خاطر ازی که من بتوانم افغانستان من خدمت بکنم، چون که جوانان است که نیروی سرمایه ملی افغان یک کشور میتونن که کشور آباد بکنن. ما شما شاید دی بودیم که در 20 سال گذشته 300 هزار نیروی خارجی در افغانستان آمد، اما او نیروی خارجی ایجا نامده بود که افغانستان آباد بکنه. جز خود مردم افغانستان، جز خود کشور و جوان کشور میتونه که و اون کشور آباد بکنه، و ما متعقن ایبی هستم که خود جوان ها میتوانند که مردم کشور آباد بکنن، چون که سن 65 سالگی میرسه تقویت میکنه نفره، اما جوان است که نیروی جوان با احساس، با غرور، با شجاعت میتونه که برای کشور کمک بکنه، بخصوص در افغانستان. و در طول 20 سال گذشته ما مشکلات بود، زیاد فساد داری بود، فساد مالی بود، فساد سیاسی بود، مشکلات زیاد بود، جنگ بود، و آل الحمدلله زمانی که امارات اسلامی در افغانستان آمد از تقریبا 3 ماه میشم و فعلا به یک فضای بسیار صلح، به یک فضای بسیار همدلی، برادری و در یک اخوت همه اقوام باید همینطور تلاش بکنن که باید افغانستان باید جور بکنن. جوان ها بخصوص چه طبقه و ناس هست، چه ذکور هست، باید نباید فینا فرار از افغانستان. مثلا کسایی هستن که جم به سطح شما جناب کمال صاحب یادآور شدن که به سطح ماستری و به سطح دکترا اونا درس خوندن، زحمت کشیدن، باید در افغانستان حالا خدمت بکنن، نباید اینا فرار بکنن از افغانستان و بخوان در کشور بیگانه زیر ساتور کشور خارجی کار بکنن. در افغانستان باید بتونن که اینا افغانستان رو باید آباد بکنیم، چون که حالا قبلا جنگ بود، نارامی بود، مشکلات بود. حالا الحمدلله افغانستان در سر تا سر افغانستان تامین امنیت است. فعلا بخوایم که اول افغانستان ما خود ما جور بکنیم. بله ښاغلی عبادي، دلته د اسلامي امارات مسؤلیت څه دی؟ ځوانان ته ځوانان څه غوښتنې ته لري اوس مهال د اسلامي امارات څخه؟ ببینین، د سین ما ماشي که مردم افغانستان همینطور یک کم سطح عمرشان پایین بود که معاش نیست، مشکلات است، فقر است، گرسنگی است، اما امارات اسلامی افغانستان اعلان کردن که ما بالای طرح معاشات ما کار میکنیم که ما معاشات مردم ما مثلا پرداخت بکنیم، جوانان بتونن که ما، و تشویق امارات اسلامی همی بود که ما بالای نیروی جوان ما میخوایم که جا سرمایه گذاری بکنیم در افغانستان، باید اینا باشن کار بکنن، این حکومت از خودشان است، بخواین کار بکنن، ما بالای کی کار بکنیم؟ البته اونا جنگ کردن دیگه، نیروی جوان است که اینا تحصیل کرده هستن که باید اینا کار بکنن، بالاخره زمین را مساحت ساختن که تا جوانان نره افغانستان. حالا بخواییم که ما افغانستان آباد بکنیم و این مسئولیت امارات اسلامی هم امی بود که باید جوانان را تشویق بکنن و مردم هم مسئولیت از طریق خانواده، بلخص خانواده محترم، باید فامیل ها کوشش بکنن که جوانان را در افغانستان نباید تشویق بکنن. خیلی عبادی، تر اوسه پورې چې کوم اسلامي امارات هم ویلي دي چې ځوانانو ته باید کار وشي او د ځوانانو لپاره باید څنګه چې په ښاغلي مجاهد په څو نورو خبرونو کې خبري کنفرانسونو کې لویو خبري کنفرانسونو کې دوی څخه هیله د ځوانانو څخه تاسو ته هیواد څخه مه تښتئ او زموږ سره همکار اوسئ او کار وکړئ.
د دې ټولو سره سره تر اوسه پورې اسلامي امارت ځوانانو ته څومره کار کړی، یعنی څومره د دوی هغه هیلې چې وي هغه یې ورته په اصطلاح یو څه منل شوي دي؟ ببینین امارت اسلامی به مراتب بکرات بیان کرده است که ما بالای جوان ها میخواییم که کمره جوان ها یکی کار بکنیم. یکانه کاری که امارت اسلامی کرد که تعصبات قومی را از بین برد، کی بسیار مهم بوده که در افغانستان همه مردم از سمتی از رفتار سمتی تعصبات قومی، بروکراسی، فساد داری ببینین که در حکومت قبلی بین حد فساد وجود دارد. اصلا کسی که در یک قوم بود یک قوم نمیپذیرد. اول الحمدلله زمانی که امارت اسلامی در افغانستان آمد، حکومت بعدش گرفت، هیچ نوع سمتی قومی برخورد نکرده است و هیچ نوع یکی از امی دلایل شمیز که جوانان باید بدانند که ما باید همدست همکار با امارت اسلامی و مردم باید با همکار با امارت شود و امارت هم تشویق بکنه جوانان را که بتونیم ما افغانستان ما آباد بکنیم و مثل کشورهای خارجی که فعلا اونا سرمایه که میفهمی که در افغانستان آمد او سرمایه را باز هم سرمایه میایم، اما کی کار سرمایه را مثلا تشویق میکنه، پیاده سازی میکنه، ایده طرح جور میکنه، می جوان ها سن مثلا پلان میسنجن کارا میکنن. بعد ما بخوایم که بر افغانستان خدمت بکنیم و از وقتی که مثلا در یک اداره کار میکنیم فرضاً از ساعت 8 تا ساعت 4 بجن بعد بیشتر کار بکنیم مثل کشور خارجی، بعد افغانستان باید آباد بسازیم. جوانان که افغانستان آباد میسازن و مردم افغانستان خودش باید تلاش بکنه که افغانستان آباد بکنه، کشور دیگه خود نمیکنه جواب در افغانستان خدمت. حالا ما الحمدلله امنیت تامین شده است 100% در تمام نقاط، بعد کوشش بکنیم که باید کار بکنیم و مشکلاتی که وجود داره انشالله بالای از اینا امارات اسلامی کار میکنن و بالای از اینکه جوان ها چطور بتونن تحصیل بکنن، چه طبقه ذکور است، چه طبقه وناس است، طرح را جور میکنن که در چارچوب از این جوان ها هم بتونن که دیده طول پستلاش تاس واینا ویلو سره چه اسلامی امارات جوانان تجمنده یا داغ کار کوی. خب یا هم ولی زن جوانان هم دوست تاس وگره که چره کمپانی تلار شهید کندهار دیتا ده هرات دیتا په سونو سونو ځوانان هم د اوسم په ډیرو سخت لار ایران ته د ایران او ترکیه ته بیا دوی کوخه کوي چې اروپای هیوادونو ته ورسوي. د دې سره دوی ول بیا هم په تخته کې ببینین کې فرار از وطن ای جایی را نمیگیره که ما بخوایم مثلا با فرار بکنیم بریم در کشور دیگه وج مزدوری بکنیم. چرا مثلا در افغانستان چرا ما کار نکنیم؟ سخت تلاش بکنیم که در افغانستان خود افغانستان آباد شه، ما در فضای احباط فعلا قرار داریم. خودی مختار کار زمینان داده برابر. خب کار حال یک حکومتی بود که در او حکومت قبلی حکومت فاسد او از بین رفت، حال فعلا نظام جدید آمد، از این یک چند وقت در بر میگیره که تا حکومت جور شود. بگذارین که حکومت جور شود، حکومت سر پا شود، بگذارین تا بال چند وقت قبل شما شاهد بودین که وزیرها یک تا وزیرها معرفی نشدن، حال کل وزیرها معرفی شدن و حکومت کم کم به سر پا میرم. و یکی از مشکلاتی که در افغانستان وجود داشت یکی بروکراسی فساد بود، فساد داری بود، فساد مالی، فساد سیاسی بود. حالا فعلا او فساد هم از بین رفته، از تعصبات قومی هم از بین رفته، حالا فعلا مثلا جنگ و ناامنی هم از بین رفته. بخوایم در افغانستان ما خدمت بکنیم، افغانستان ما جور بکنیم. این تو نمیشه که مثلا همگی باید فرار کنه از افغانستان. خیلی افغانستان کی جور میکنه؟ افغانستان ما کی گلا بدیم؟ بله په تیر حکومت که ځوانان یو په تیر حکومت باندې نیوکه هم دغه ودی ویل چې ځوانان کار اهل کار ته نه سپارل کیږي، ځینې ځوانان دي چې د واسطه واسطه بازی ده، هر څوک خپل خپلوان معرفي کوي او په حکومت په لویو چوکیو باندې په دندو ګماري. مثال په دې برخه کې وکیل صاحبانو د تیرې دورې ډېر رول درلودله چې ډېر کسان په څوک به چې د وکیل خپل وایه واسطه بدلوله په لویو چوکۍ به مقرریده. اوس مهال ځوانان دغه ستونزه لري، یعنی دوی دغه شکایت لري؟ ما خو فکر میکنم که حال هیچ کسی شکایت نداره، اولش خودم شکایت ندارم. یعنی ما بسیار زیاد خرسند شدم، یعنی روحن ویدانن ما از امارات اسلامی بین حد بین خرسند شدم زمانی که جامدن دیگه فساد گم شد. فسادی که در درسیم افغانستان در درسیم بود، در کشورهایی که مثلا میبینی که فساد مالی داشتن، افغانستان آل پاک شد، افغانستان یعنی آری از فساد شد. این بسیار بسیار جای بسا خوشبختی است، بسیار جای بسیار بسیار خرسندی است برای مردم افغانستان که فساد از بین رفت، جنگ از بین رفت، ناامنی از بین رفت و موضوع تعصبات قومی زبانی از بین رفت. فعلا افغانستان یک پارچه و یک دست شده است.
بخوایم در افغانستان خدمت بکنیم. این فرار جوانا، این رفتن از افغانستان به کشور دیگه، این متخصصین و سازا و مسئولین کسایی بودن که اینجا لسانس داشتن و ماستری گرفتن و بالاخره به دکترا رسوندن. حالا بخوایم که امی دانش خود در افغانستان بعد ما ایره و کار بندازیم. جوانان وس هیله لري د اسلامي امارات د یو چې بعد زموږ پنتون نظر ته زره شروع شي تر څو د کلنۍ سمستر چې د اخري سمستر د بعد امتحان راځه واخستل شي او کنه مجبور دي دوی به پسرلای د جی بی کې د کریډیټ سیستم د باید تر سره کم درنګ خزینه زده کون کې دوی وای چې باید خوانځي بیرته لسره پر چې په کابل کې تر څو زموږ نه کلنۍ ازموینه واتل کچېر کلنۍ ازموینه ونختل شي نو دا بیا مجبور شي د ټولګي بیرته لسره وایو یعنی یو کال مخته دلته توان رسیږي تاسو څنګه نه پدې در حکومت سابق هم به خاطر از اینکه موضوع مشکلات سمسترها وجود داشت، سردی و گرمی مثلا در افغانستان یک ولایت افغانستان گرمسیر بود، یک ولایت افغانستان سرسیر بود. حالا خب حکومت او هم درسای به طبیق رفتید، حتی درسای تا ماه هود مثلا نشید، بعد ماه هود شروع کردن و بعضی مشکلات داشت. این فعلا حکومتی که نو عبوری که در افغانستان آمد، این باید یک وقتی را در بر میگیره که این کار سر شوه، بالاخره سیستم جور شوه. هر نظام حق داره که یک قانون جور بکنه، مطابق قانون باید اونا حرکت بکنن و امارات اسلامی هم حق داره که یک نظام، یک اصول، یک قاعده، یک مقررات باید جور بکنه که تا مطابق از اون باید درسام آیا شود و این درسام شروع میشه، درسام هم ممکن که درسام شروع شود و همچنان بر طبقه و ناس هم که بسیار زیاد طبقه و ناس به تشویش بدن که چطور میشه والا با سنف 12 و بالاخره داشتی هم امارات اسلامی همیشه بیان کرده است که ما میخواییم که بالا یک چارچوب یک طرز العمل کار میکنیم که مطابق طرز العمل طبقه و ناس بتونه هم در ادارات دولتی کار بکنم و هم دیگه بتونم برن در سای خود ادا بدن این سر طرز العمل کار میکنن طرز العمل انشالله نهایی میشه و حالا امارات اسلامی افغانستان فعلا برای خوبیش در این شد که برای تمام طبقه و ناس چه در خانه هستن ماش پرداخت میکنن. یکی از خوبیهاش همیست که مثلا ماش آنها پرداخت میکنن و امارات اسلامی تا فعلا هیچ کس از جایش به جا نکرده است. هر کس طبقه و ناس در جایش است. مردم افغانستان همگی به کار خود ادامه داده است. حتی او جایی که بسیار ضرور بود فرزند پاسپورت یا پاسپورت طبقه و ناس هم کار میکنه، طبقه زکور هم کار میکنه، بل. اما مردم میرن کار خود آغاز کردن. یکی بر رسمیت شناخته نشد این ان شاء الله ما از جامعه جهانی سکتور که هم از جامعه جهانی هم خواهش میکنیم که مردم افغانستان کمک بکنن، مثل سابق کمک های خود ادامه بدن که تا مردم از فقر از گرسنگی هم نجات پیدا کنن و فرار مخزون نشه مثلا به خاطر مشکلات اقتصادی مردم حرکت کنن. و از کشور آلمان هم ما بسیار بسیار تشکری میکنیم که اونا گفتن که ما سفارت خود ما در افغانستان باز میکنیم و تمام کشورها سفارت خود باز بکنن و یه سرمایه را دوباره بر مردم افغانستان پولی مثلا دولت ایالات متحده مزدود ساخته است او را هم دوباره به افغانستان آزاد کنه تا مردم از مشکلات اقتصادی هم نجات پیدا کنند و جوانان در افغانستان کار کنند.